عجیبه، همیشه اینقدر کم حرف بودی که فقط حضور تو حس میکردم، الانم که نیستی برام همینطوره. مردن مثل هیچی نیست، شبیه هیچی نیست، چیزی از این دنیا کم نمیشه. برای همینه که به نبودن آدم رو عادت میکنیم. کاش میشد اول زندگیمون قرار بذاریم که کدوممون زودتر بمیره. اگه میشد دلم نمیخواست اولی باشم. پشیمونی؟ تو بیشتر از من زندگی کردی، حتی حالا هم تو هستی و من نیستم. میبینی تمام وقتم پر شده از کارای نیمه تمام تو. میدونم تو هیچ وقت کارامو دوست نداشتی. حالا یکی اونا رو جمع میکنه که دوستشو نداره. وظیفه. تو همیشه عاشق وظیفه شناسی من بودی. من عاشقت بودم. کاش میشد اول زندگی تصمیم بگیریم کدوممون زودتر بمیره. بچه که بودم برای اینکه مرگ کسی رو باور کنم به هم میگفتن رفته آسمون. بعدا که فهمیدم جسد رو خاک میکنن، همیشه به خاطر این دروغاشون بود که سر خاک گریه میکردن. به این شرایط عادت میکنی؟ دستت چی شده؟ به خاطر میخه این تابلو هاست. یه خراش ساده است ولی نمیدونم چرا خوب نمیشه. این حضور برای چیه؟ چرا اومدی؟ روش چیزی نمی نویسم. فقط من می دونم توی قبر کیه. من دارم به تو فکر می کنم. بیش از گذشته. داشتم وسایلت رو جمع میکردم، چند تا از یاد داشتاتم خوندم، فکر کنم حالا حق داشته باشم. نه؟ دنبال خودت میگردی مثل همیشه که از پیدا کردن چیزی تو خونه لذت میبردی. یه کنجکاویه، میخوام بدونم در مورد من چی فکر میکردی. ولی خب درباره زندگی خیلی کم نوشته بودی. یه جای خوشحال شدم از اینکه نوشته بودی ارتباط با منو جاودانه میدونستی. تو هیچ موقع نخواستی چیزی درباره من بدونی؟ هنوزم بهش فکر میکنی؟ مطمئن بودم سوالم اذیتت میکنه. نتونستم فراموشش کنم. حتی بعد از زندگی با تو. میدونم تحملم سخت بود. ولی تو هم چیزی دربارش ننوشته بودی. خب من همه چیزو میدونستم. پس تحملی در کار نبود. فکر کردم اومدی تنهایی این دوره بعد از مرگو برام پر کنی. میدونستی چقدر بهت وابسته بودم.
از شنیدن بوق دستگاه پیغام بذارید. سلام، از بنگاه زنگ میزنم، سفری هستم. گفتم یه سلامی و اردادبی کرده باشم. شنیدم خونه رو گذاشتید برای فروش. من مشتری خوبی براش دارم، با آپارتمانم معامله میکنه. اگه طالب بودید یه زنگی به من بزنید. تلفن منم که دارید شما، من در خدمتتون هستم. دو روز منتظرتم. نمیخوام زندگی تو این آینه تموم بشه. اگر اجازه ندن مهم نیست، میذارم همینجا بمونه. حکم بودن تو رو داره. بودنی که خیلی درش احساسات تو نیست. انگار دیگه متعلق به من نیستی. چرا سعی نمی کنی دوباره ببینیش؟ سعی کردم هیچ موقع این سوال از خودم نپرسم. حالا چرا اون داره می پرسه؟ تمام این مدت خودم رو تو زندگی با تو غرق کردم. خودم رو سر بلند احساس می کردم که می تونم درکت کنم. هر چیزی در تو بود در منم بود. حالا معنی این حرف تو نمی فهمم. منو می خواهی از خودت دور کنی یا خودتو از من؟ حالا که مردی درباره زندگی حرف می زنی؟ نمیخوام دربارش حرف بزنم. چیزی نپرس. نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. من فقط میخواستم چیزی نگو.